به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های کلید واژه. وحید فرخنده هستم و امروز بار دیگه در خدمت شما هستیم. با توجه به سخنرانی مهمی که امروز دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله به مناسبت روز شهید داشتن، امروز قرار است که به تحلیل این سخنرانی صحبت کنیم و تحلیل کنیم. و اینکه خب در این رابطه دو مهمان داریم، جناب آقای یوسف عزیزی از واشنگتن دی سی و جناب آقای مازیار شکوری از فریبورگ سوئیس با ما همراه هستن. من خیلی خوش آمد میگم به هر دوی شما. ابتدا با آقای عزیزی شروع میکنیم. همزمان البته این نکته را من عرض کنم که اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی هم همزمان با این سخنرانی بود که تا به حال هیچ بیانیه ازش بیرون نیامده و ما منتظریم. اگر در حین برنامه اتفاق افتاد حتما و به اون بررسی خواهیم کرد. مثلا اگر زمان ما به ما اجازه بده حتما دربارش صحبت خواهیم کرد. اما جناب عزیزی، نظر شما رو در رابطه با سخنرانی سید حسن نصرالله میشنویم که برای دومین بار بود در از شروع عملیات طوفان الاقصی، برای دومین بار بود که ایشون سخنرانی کردن. همزمان ما ورود ارتش اسرائیل به صورت زمینی در غزه رو داریم که طبق گزارش دیشب تا نزدیکی های بیمارستان الشفا هم رفتن و اونجا درگیری های زیادی هم بین مقاومت و ارتش اسرائیل به وجود اومد که تلفات زیادی هم از سمت نیروهای اسرائیلی گزارش شد. با توجه به شرایط منطقه و از جمله غزه که یک جنایت جنگی داره اونجا اتفاق میافته و یک جور نسل‌کشی داره اتفاق میافته و این حملات وحشیانه اسرائیل و اینکه امروز هم سید حسن نصرالله به این مسئله اشاره کرد، شما در کل این مواضع سید حسن نصرالله رو با توجه به اینکه خیلی ها هم چه در سخنرانی اولشون چه در این سخنرانی توقع داشتن که ایشون بیاد صحبت از یک عملیات گسترده بکنه، آیا به نظر شما تونست برآورده کنه این سخنرانی افکار عمومی جهان یا حتی هواداران خود مقاومت رو؟ با عرض سلام خدمت شما، مهمان گرامی برنامه‌تون و بینندگان گرامی کانالتون. ببینید، من فکر میکنم که در واقع در این دو سخنرانی، حالا مخصوصا سخنرانی امروز، هم تاکید بیشتری روی نقش سوریه، نقش ایران و محور مقاومت بود، این بود که خب این کشورها دارن به وظایف خودشون عمل میکنن در قبال قضیه فلسطین و اون کسانی که عمل نمیکنن به وظایف خودشون دیگر کشورهای اسلامی هستن، دیگر همسایگان فلسطین هستن، دیگر مدعیان حالا آرمان‌های فلسطین هستند. ببینید، بعد از حادثه 7 اکتبر یا 15 مهر کل دنیای غرب به پشتیبانی اسرائیل اومد. یعنی جنگ یک کشور، حالا دولت اسرائیل یا دولتی که در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی تشکیل شده با مثلا حماس نیست، با حزب الله در حالا درگیری‌هایی که در شمال فلسطین اشغالی بوده نیست، جنگ دنیای غرب هست. یعنی آمریکا به صورت رسمی وارد شده و انبار سلاح خودش رو در اختیار اسرائیل گذاشته، تضمین‌های امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک و از همه نظر به اسرائیلی‌ها دادن. شرکت‌های، میدونید این جو که حالا ما تو برجام هم داشتیم دیگه، اینها شرکت‌های خصوصی هستن و خودشون اگه تصمیم بگیرن بیان در ایران سرمایه‌گذاری کنن یا نه بعد از برجام، شما شرکت‌های آمریکایی می‌بینید که رایگان مثلا در اسرائیل دارن غذا توزیع. حالا اسرائیلی که از نظر سرانه درآمد جز 5 کشور اول دنیاست، یعنی یک کشور مثلا گدایی نیست، مردم گدایی نداره، مثلا یک کشوری نیست که نیازمند کمک‌های بین‌المللی باشه. خب تمام دنیای غرب و حالا از اون طرف روسیه و چین هم صرفاً بازی دیپلماتیک خودشون دارن، درسته که مخالفت ابراز می‌کنن، درسته که در واقع نسبت به فجایع انسانی موضع گرفتن، ولی کار عملی که نمی کنن. اما دنیای غرب به پشتیبانی از اسرائیل اومده و اینکه انتظار داشته باشیم یک گروهی مثل حزب الله، یک
کشوری مثل سوریه که خودش درگیر بوده، بیشتر از 12 سال درگیر مسائل داخلی خودش، درگیرش کردن در مسائل داخلی خودش و هنوز هم درگیری داره، ایرانی که 20 سال 40 سال تحت تحریم ها هست، اینها بیان از تمام وجودشون و همه داراییشون بذارن، خب یک انتظار غیر عاقلانه هست. در کنار این که ما میبینیم که گروه حزب الله لبنان از زمان آغاز درگیری ها وارد شده، بخشی از نیروهای اسرائیلی که حداقل میشه گفت 1/3 1/4 توی حالا نیروهای مختلف هوایی، زمینی، توپخانه و گروه‌های مختلف دریایی، نیروهای مختلفی که اسرائیل داره رو درگیر نگه داشته در قسمت شمالی و مرزهای شمالی و حداقل تونسته، اون چیزی که امروز هم از صحبت‌های سید حسن نصرالله بیرون اومد این بود که سلاح‌های مختلفی که حزب الله در این مدت تونسته از جنگ 2006 به این ور داشته باشه، اونها رو شروع کرده با آزمایش کردن. تست این سلاح‌ها در رزم و در زمین اصلی جنگ خب خیلی مهمه برای یه گروهی مثل حزب الله که خب یه کشور نیست، کشور چیزی نیست که بتونه مانورهای بزرگی داشته باشه یا همپیمانهایی داشته باشه، تحت تحریم بوده سالهاست، تو لیست تروریست گروه‌های مختلف کشورهای غربی هست. خب میدونیم که امروز مثلا بیان کرد که با بمب‌های با وزن سر جنگی نیم تنی 500 کیلوگرمی اگه من اشتباه نکنم، با اینها اهدافی رو مورد هدف قرار دادن که مسلما هیچ کدوم از پایگاه‌های مرزی اسرائیل نمیتونه در مقابل اونها دووم بیاره. خب من به نظرم مثل اگه ما به دنیای عرب نگاه کنیم، دنیای اسلام نگاه کنیم، حزب الله بیش از ظرفیت خودش داره در واقع در مقابل ددمنشی رژیم صهیونیستی مقابله میکنه. من بحث سوریه رو میخواستم باز کنم ولی بذارید این رو در فرصت بعدی، چون طولانی هستش، در فرصت بعدی صحبت میکنم. ریز مطلب این بود که حالا یک جمله رو تموم میکنم با این بحث که من دیشب یک مطلبی در توییتر انگلیسی و بین کاربران عرب زبان داشتم بررسی میکردم که عرب لیگ یا اتحادیه عرب نسبت به چند موضوع مهم به توافق رسیده بودند در مورد حالا تحریم اقتصادی اسرائیل، قطع روابط دیپلماسی اینها، اما 4 کشور عربی مخالفت کردند و 4 کشور هم رأی ممتنع دادند. کشورهایی که خب رأی موافق داده بودن مشخص بودن، کشورهایی که در حوزه مقاومت یا حداقل دارای روابط حسنه با فلسطینی‌ها، حداقل از نظر قلبی با فلسطینی‌ها چیزن، ولی نام 4 کشوری که مخالف بودن و 4 کشوری که رأی ممتنع داده بودن نداده بودن. و جالب بود که کاربران عرب زبان این اون زیر در واقع نام‌های مختلفی رو نام می‌بردن. 2 نامی که کاملا بین همه مشترک بود که ضد آرمان فلسطین عمل کردن و به اونها خائنین به آرمان فلسطین، آرمان اسلام و آرمان کشورهای عربی میگفتن، یکی عربستان بود، یکی امارات عربی متحده. و این نشون میده که خب در نظر افکار عمومی خود دنیای عرب چه اتفاقاتی داره میفته. البته نامهای دیگه‌ای بود، اختلاف بود بینشون که بحرین هست و مصر هست و اردن هست یا کشورهای دیگه هستن، اختلاف بود. مسئله ترکیه هم هست که حالا جداگانه در قسمت‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. ممنونم آقای شکوری. یک مسئله که هست، دکتراین خود بنگورین اینو توی اسرائیل مطرح کرده بود که اسرائیل جنگ های سری و پیروزی های سری باید درش اتفاق بیفته اگر قرار باشه جنگ کنه، چون اسرائیل در جنگ هایی که طولانی بشه دووم نمیاره. چیزی که امروز ما توی سخنرانی سید حسن نصرالله شنیدیم و اون برنامه‌ای که انگار محور مقاومت داره اینه که جنگ رو فرسایشی کنن. نظر شما در این رابطه چی؟ بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و خدمت جناب آقای عزیزی و عزیزانی که به هر حال برنامه رو می‌بینن و صدای ما رو می‌شنون. ببینید، اسرائیل بیشترین طول عرضش به هر حال 70 کیلومتر است. بنابراین اسرائیل عمق استراتژیک ندارد. در نتیجه برای جنگ زمینی که به هیچ وجه من الوجوه نمیتواند هیچ وقت آماده باشد. این یک موضوع. مسئله دیگری هم که هست، ببینید، اسرائیل کسانی را که بر میدارن از این ور اون ور، یهودی هایی را که میآورن به اونجا و میخوان اسکان بدهند، از روز اول هم همین بوده، با 2 وعده اینها را میآورن. یکی امنیت هست، یکی رفاه. زمانی که جنگ بخواد فرسایشی بشود، همینی که امروز سیدم گفت، قشنگ اعلام کرده که اواخر صحبتهایش بود که گفت که ما به زمان و وقت احتیاج داریم و یک سری آمارها هم داد، مثلا
خسارت‌های اقتصادی که دیدن اسرائیلی‌ها در این مدت زمان، اینها رو هم نام بریا صحبت کرد، از اینکه در شهرک‌های شمالی و جنوبی خیلی جاها اینها تخلیه کردن، یعنی مردم به قول من حالا شهروندان خودشون اشغالگران رو تخلیه کردن، صحبت از این قضیه میکرد. خب این برای اسرائیل خیلی دردناک میشود. ببینید این سمت قضیه که فلسطین باشد غزه باشد که زیرساختی ندارد شما بخواید بزنید، یا کسی نمیرود اونجا سرمایه گذاری بکنه، یا کی را میخواید بزنید؟ میخواید مردم را بزنید، خود حماس و اون جریانهای مسلح هم که نمیزنید. این هم که عادت کردن، آستانه تحملشان بالاست، الان 70 چند بیشتر از 80 سال است که عادت کردن. اما اون سمت قضیه مسئله است، اون سمت قضیه مسئله ای که الان هست این است که چند روز پیش شنیدم که 50 شرکت مثل اینکه در اونجا ورشکست شدن، حالا اون چیزی که میگفتن و بعید هم نیست. الان شما فکر کنید یک ماه است عملا اسرائیل تعطیل است، یعنی از مدارس تعطیل است، اینور تعطیل است، اونور تعطیل است، یا این شهرک هایی که در مرز لبنان هستن یا در غلاف غزه هستن اینها تخلیه کردن، مثل سدیروت رفتن به جاهای دیگر. یعنی 60,000 نفر را تا هفته قبل که بنده اطلاع دارم فقط برده بودن در بندر ایلات. حالا ایلات هم که از یک طرف دارد اونجا هم به هر حال راکت و اینها میخورد. خب تکلیف اینها چه میشود؟ این نشان میدهد که فرسایشی کردن جنگ برای محور مقاومت خیلی هوشمندانه است و این جنگ وقتی که فرسایشی بشه و شرکت هایی که اونجا هستن ضرر بکنن، در آینده هم در اونجا سرمایه گذاری خارجی شکل نخواهد گرفت، مهاجرت معکوس هم خواهد داشت. شما در فیلم هایی که بیرون میآید دیدید، خود یکی از این تلویزیون های اسرائیل نشان داد که یک خانواده ای وسایلشون رو جمع کرده بودن و در اونجا عملا علنا میگفتن که ما دیگه از این وعده امنیت خسته شدیم، هر روز جنگ است، برای همیشه میخوایم از این اراضی اشغالی برویم. خب اینها به اسرائیل خیلی خیلی ضربه وارد میکنند. من فکر میکنم که اون برنامه‌ای که محور مقاومت دارد و امروز نصرالله به اون اشاره کرد خیلی هوشمندانه است. من تا قبلا میگفتم که اینها به یک باره یک حمله وحشتناک میکنند، امروز که صحبت شد متوجه شدم که نه، مثل اینکه اینها خیلی هوشمندانه تر از این مسائل احساسی که بعضا ما فکر میکنیم دارن عمل میکنن. ممنونم آقای عزیزی. همانند سخنرانی قبلی سید حسن نصرالله، ایشون خیلی تاکید کرد دوباره روی آمریکا و بیشتر از سخنرانی قبلشون، اینکه از جبهه عراق خیلی تمجید کرد و اینکه آمریکایی‌ها خودشون اعلام کردن که 48 حمله علیهشون رخ داده، 56 سربازشون مجروح شدن، از حالا ضربه مغزی شدن یا ترخیص از خدمت داشتن، و اولتیماتومی دوباره با آمریکایی‌ها داد که اینکه اگر می‌خواید این عملیات‌ها علیه اونا توی منطقه متوقف بشه، باید جلوی حملات اسرائیل به غزه رو بگیرن. چرا انقدر اصرار داره سید حسن نصرالله روی مسئله آمریکا، با توجه به اینکه ما توی سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای هم داشتیم که ایشون گفتن پشت این عملیات هایی که انجام میشه اسرائیل آمریکا هستش و اون اتاق جنگ آمریکایی‌ها پیش میبرن؟ خب ببینید، همونطور که گفتم در بخش اول هم و مهمان گرامی برنامه هم گفتن، اسرائیل با توجه به ضعف های ژئوپلیتیکی که داره، جغرافیایی که داره، اگر حمایت دائمی غرب، دنیای غرب و مخصوصا آمریکا به صورت نظامی ازش نباشه، نمیتونه بعد از چند هفته جنگ رو با این شدت ادامه بده، هم بالاخره از نظر موشک و از نظر سیستم دفاعی و از نظر همه اینا دوچار کمبود میشه. و ما میدونیم که آمریکا تقریبا انبارهای اسلحه خودش رو به روی اسرائیل باز گذاشته، هر روز داره کشتی‌های جنگی، هواپیماهای نظامی، تجهیزات لازم رو برای رژیم صهیونیستی میرسونه تا اونها بتونن این شدت عمل رو در غزه داشته باشن. نکته‌ای که در مورد آمریکا وجود داره اینه که، و این نقطه ضعف حال حاضر آمریکا، دولت فعلی و کلن شرایط آمریکا در منطقه و در جهان هست، اینه که اونها دوست ندارن جنگ از حالت محلی، یعنی بر حالت همون غزه بین اسرائیل و حماس، به صورت منطقه‌ای در بیاد. البته وقتی ما داریم میگیم اسرائیل و حماس، من متاسفانه میبینم بعضی از حالا دوستانی که حالا اونهایی که بالاخره پول میگیرن یا ذهنیتشون خراب هست که اصلا ما کاری باهاشون نداریم، شبکه‌های بیگانه یا شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور، ولی بعضی از عزیزان ایرانی رو می‌بینیم که شاید فکر می‌کنن ما داریم در مورد دو ساختار متعادل در کنار هم صحبت می‌کنیم، مثلا یک اسرائیل
و یک حماسی که دو کشور هستند، دو کشوری که مثلا میتونستن در واقع سیستم دفاعی داشته باشن. نه، ما داریم در مقابل یک کشوری صحبت میکنیم که 75-80 ساله که البته ساختارش از 100 سال پیش، از زمان بالفور، زمان 1917، بیش از 100 سال پیش با در واقع دوز و کلک انگلیسی ها شروع شد، در 1948 یعنی 75 سال پیش تشکیل شد و مرتب توسط کشورهای غربی و جامعه جهانی، حالا به قول اونها، مورد در واقع تزریق قدرت و ساپورت قرار گرفت. ما در مقابل یک گروه کوچک فلسطینی داریم صحبت میکنیم 17 سال در یک زندان سرباز و در واقع تحت تحریم و محاصره کامل دریایی، زمینی و هوایی بودن و تمام مسائل اینا تحت کنترل خود اسرائیلی ها بوده. بنابراین ما در مقابل دو چیز هموزن هم صحبت میکنیم، داره در مقابل دو چیز غیر هموزن واقعا صحبت میکنیم. اما نکته اصلی اینجاست که ضعف آمریکایی ها منطقه‌ای شدن جنگه. آمریکا در شرایطی نیست که بخواد یک جنگ منطقه‌ای رو ادامه بده، هم از نظر جهانی هم از نظر قیمت نفتی. گزارشی که وال استریت جورنال داد، رویترز داد و شرکت‌های مختلف نفتی ارائه می‌کنن این هست که اگر جنگ قرار منطقه‌ای بشه، قیمت نفت به احتمال زیاد به بشکه 150 دلار خواهد رسید. در اینجا من یه پرانتز باز کنم میونه کلامتون، پس چرا انقدر اصرار داره از اسرائیل حمایت کنه و اینکه تا کجا پیش خواهد رفت؟ چون تمام هم‌مقام آمریکا الان شده اسرائیل و حتی ما تو صحبت‌های انتخاباتی بایدن هم دیدیم خیلی انتقاد بهش وارد شد، حتی اون جلسه مقطعی به هم خورد به خاطر اون هواداران فلسطینی که اومدن توی صحبت‌هاش. اسرائیل تا آمریکا تا کجا قراره ادامه بده به این رویه؟ آیا توی بازی نتانیاهو و اسرائیل افتاده اصلا و نمیتونه تصمیم بگیره یا خیر؟ ببینید، بالاخره آقای بایدن اگر بخواد سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه و پیروز بشه، رأی لابی اسرائیل رو نیاز داره. از اون طرف خب ما میدونیم که الان گروه های مسلمان در آمریکا، انجمن مسلمانان آمریکایی، اون گروه های خانومی که رشیدا طالب که از در واقع میشیگان هستش به عنوان نماینده کنگره دموکرات هست خودش، ولی جزء پروگرسیو هاست، عملگراها هست، خانم الهان عمر در مینسوتا، خب اینها یک وزنی دارن و الان اعلام کردن با آقای بایدن تهدید انتخاباتیش کردن، گفتن که اگر در واقع شما این سیس فایر، آتش بس رو اعلام نکنی و اسرائیل رو تحت فشار نذاری، چون میدونی الان فرانسه هم دیشب رئیس جمهورشون اعلام کرد در این زمینه که بالاخره باید هر چه زودتر این مسئله قطع بشه و کمک‌های بشردوستانه بره، آمریکاست الان گزینه اصلی که وایساده در واقع پشت این قضیه. خب ببینید، این ضعف تاریخی مسلمانان در جامعه آمریکاست و یا کسانی که در این زمین هستن که یا چک سفید دادن به این سیاستمداران، مخصوصا حزب دموکرات که وارد کاخ سفید میشن. من نکته اصلیشون خودمون بحث میکنیم و در توییتر هم هست، این آقای مهدی حسن هست که دوستان حتما میشناسن، این مجری معروف. ایشون در 2020 در واقع همه این نیروهای پروگرسیو و مسلمانان و عرب ها و اینها رو در واقع تهییج میکرد که با آقای بایدن رأی بدید، شرایط تغییر میکنه و همه میپرسیدن خب در سیاست خارجی واقعا تو میتونی تضمین بدی؟ و خب این چک سفید دادنه، در حالی که لابی اسرائیل این چک سفید رو نمیده و اگر هر کدوم از این سیاستمداران غیر از اون چیزی که اونها میخوان انجام بدن، به سختی باشون برخورد میکنه. همین الان جالبه بدونید، در همین یک هفته پیش 5 میلیون دلار پول جمع کردن تا تبلیغات بر ضد خانم رشیدا طالب در دیترویت و دیربورن، همون مراکزی که شعبه رای و منطقه رای هست که خانم رشیدا طالب ازش میاد، جمع کردن تا یک نماینده دموکرات دیگر رو در انتخابات سال بعد به جای خانم طالب وارد کنگره بکنن. پس شما میبینید چقدر فضای سیاسی داخل آمریکا هم خب تاثیر میذاره رو این قضیه. ولی نکته اینه، ببینید، مردم آمریکا در کنار این که حالا لابی اسرائیلی قوی هست و داره کار میکنه رو سیاستمداران، میدونید نظرسنجی‌های مختلفی که اومده حتی از عناصر دستراسی، رسانه‌های دستراسی نشون میده که بالای 70% مردم آمریکا موافق آتش بس هستن و جالبه که حتی مجاریتی، یعنی در واقع اکثریتی هم در حزب جمهوری خواه و مستقلین، نه تنها در دموکرات‌ها که 80% بود، حتی اکثریت جمهوری‌خواه هم میگن باید زودتر آتش بس بشه. پس شما حتی خیابان‌های ایالت‌های آمریکا هم همینو
و این جمله‌ای هست در مقابل کسانی که حالا در ایران هم میگن که نمیدونم در کشورهای غربی، در کشورهای دموکرات و دموکراسی و اینها هر عمل سیاستمداران مخصوصا در سیاست خارجی اون بر اساس خاص مردمه. نه، خاص مردم مشخصه، در خیابان‌ها مشخصه، در رأی گیری مشخصه، در نظرسنجی مشخصه، ولی رئیس جمهور و اعضای کنگره دارن ضد اون عمل میکنن، در حالی که بالای 70% موافق آتش بسن، 4% نمایندگان کنگره آمریکا با آتش بس رأی موافق دادن و در کنار اون میبینیم که بالای 90% به حمایت چند میلیارد دلاری بیشتر از اسرائیل رأی دادن. خب اما ببینید، جامعه آمریکا مخالف گسترش جنگ و حضور زمینی نیروهای نظامی آمریکاست. نقطه ضعف اینجاست، اون سوالی که شما گفتید و به نظر من پتانسیلی هست که بالاخره نه اینکه حالا یک دفعه سرشون رو بندازن و حمله کنن، ولی به نظر من محور مقاومت داره باش خوب عمل میکنه. خب تو یمن ما دیدیم که در واقع پهباد 30 میلیون دلاری، 50 میلیون دلاری آمریکا رو سرنگون میکنه، فیلم میگیره و پخش میکنه. این نشون دهنده اینه که ارتقای این قدرت بازدارندگی در هوا هم داره ایجاد میشه. چون من جمله رو تموم میکنم که میخوایم بحث رو بچرخونیم، میدونیم که اسرائیل بزرگترین عاملی که تونسته در این 75 سال زنده بمونه و جنگ ها رو ببره، بزرگترین عوامل مختلفی بوده، نیروی هوایی بوده، آفند هوایی قوی که متصل به آمریکا دیگه، حالا درجه 2 درجه 3 در جهان باشه ولی در واقع مثل آمریکا هستش. حالا مثلا F-22 نداره، F-16 های بسیار بهتر داره، از مصر F-16 اش بهتره، از همه کشورهایی که F-16 داره، ترکیه که F-16 داره، F-16 در واقع اسرائیل با نرم افزار بهتر، قابلیت بهتر هستن. باید جلوی در واقع آفند هوایی رو گرفت و به نظر میرسه که در سوریه، در عراق و در یمن ایران داره سعی میکنه این محاصره کامل و این تهدید کامل نیروهای آمریکایی رو از نظر پهپادی، از نظر موشکی و از نظر در واقع حرکاتی که به صورت حالا گروهای در واقع جنگجوی ایرانی و یا به سمت منافع ایران هستن، این رو ابراز بکنه. من فکر میکنم داره یک بازی و یک شطرنج خیلی پیچیده هستیم، یعنی میخوان که گسترش پیدا نکنه، آمریکا میخواد تا یه جای حمایت کنه. اینکه آمریکا تا کجا میتونه حمایت کنه واقعا سوال مهمی هست. از اسرائیل میخواد حمایت کنه، این سوال مهمی هست که حالا انشالله بعدم بیشتر بهش میپردازیم. حتما. اما آقای شکوری، اون مسئله مهمی که امروز توی سخنرانی سید حسن نصرالله بود این بود که ما بیشتر توی بخشی از صحبتش تلاش کرد حکام عربی و کشورهای اسلامی رو یه جوری به سخره بگیره و گفتش که ما از شما انتظار نداریم تجهیزات جنگی ارسال کنید یا ارتش ارسال کنید اونجا برای پایان دادن به محاصره غزه، اما 57 کشور اسلامی میتونن اونجا توی گذرگاه رفح یه کاری بکنن که اونجا نیروهای امدادی یا تجهیزات پزشکی بتونه اونجا ورود کنه. خب ما توی خبرها داشتیم که تری وجود داره که غزه رو بخوام بعد از اینکه حالا اونجا نیروی زمینی اسرائیل اونجا رو اشغال کرد، بخوام بدن به دست محمود عباس و کشورهای حالا دولت‌های سازشکار عربی که اونجا بتونه محمود عباس اونجا بتونه اونجا در آینده غزه هم در دست خودش داشته باشه همانند کرانه باختری. اما نصرالله امروز به نظرم تو اون جمله خودش این بحث رو تمام کرد و گفتش که تنها گزینه‌ای که به پیروزی در برابر اشغالگرا منجر میشه مقاومت است، نه سازش و تسلیم. این به نظرم اشاره ای داشت به صحبتایی که مخصوصا تو این چند روز اخیر اتفاق افتاده بود و توی خبرگزاری‌ها می آمد بیرون که باید اونجا تسلیم بشه و مذاکرات صلح برگزار بشه و اونجا رو بدن دست کسی که در ادامه اون صلح ابراهیم یا اون چیزی خاصه ای که خود اسرائیل همیشه داشته اون روند ادامه پیدا کنه. شما این مسئله رو چگونه میبینید جناب آشکوری؟ ببینید، به نظر میرسد که این جنگ فقط یک جنگ نظامی نیست، یعنی ایران و متحدینش که حالا معروف هستن به محور مقاومت یک جنگ ترکیبی را آغاز کردن در حوزه رسانه، در حوزه سیاسی، در حوزه حتی اقتصادی و نظامی. ببینید، از روزی که آقای خامنه‌ای آمدن و صحبت کردن، گفتن که این دولت‌های اسلامی و عربی باید که ارزاق رو قطع کنند، صدور ارزاق و کمک‌های ارزاق و انرژی را به اسرائیل،
بنده همون موقع به شما عرض کردم که آقای خامنه ای میدانست که اینها این کار را نمی کنند، اما ایشون یک برنامه هوشمندانه ای داشتن که تمام مردم منطقه را ذهنشون را آماده کنن علیه این دولت‌های عربی و دولت‌های اسلامی، مثلا اسلامی و امثال حالا سعودی ها، امثال اردوغان یا اخوان المسلمین، اینها را همه را از میدان بدر کنند، اینهایی که ادعای اسلامی و مبارزه و اینها دارند. شما اگر نگاه کنید هفته قبل هم یک همچین صحبتی نصرالله داشت، امروز هم همچین صحبتی داشت، مضافه بعد این امروز خود بشار اسد در جلسه سران کشورهای اسلامی عربی علنا و برگشت و اعلام کرد که این دولت‌های عربی دارن به وظیفه استعماری خودشان عمل می‌کنن و این حرف خیلی خیلی مهمی بود. یا شما می‌بینید که مثلا آقای خدمت شما محمد البخیتی که از یمن هست، ایشون استاندار یکی از استان‌های یمن هست، خب یمنی‌ها رو راه ندادن به این اجلاس، ایشون برگشت و گفت که اینها کشورهای عربی نیستن، دولت‌های عبری هستن. خب این مسائل رو مردم منطقه می‌شنوند و خیلی تاثیرگذار می‌شود. ببینید الان همین مسائل نتیجه هم داده است. الان یک کلیپی بیرون آمده بود که یکی از این روحانیون به عبارت حجاهای ترکیه صحبتی کرده بود و گفته بود که من نمی‌دانم این دولت ما چه دارد می‌کند. از یک طرف به اسرائیل فحش می‌دهد، از یک طرف تمامی منابع انرژی که از آذربایجان میآید از طریق ترکیه می‌رود برای خدمت شما اسرائیل، یا یک سری آموزش‌های نظامی یا تمرین‌ها را در نیروی هوایی اسرائیل در ترکیه میآید و اینجا تمرین می‌کند. این نشان می‌دهد که معتقد، یعنی به این هستم که ایران پس از اینکه نیروهای میلیشیا را در منطقه تجهیز کرده، به دنبال این هست که زمینه انقلاب‌ها را به جهت فکری در ملت‌های منطقه، در ملت‌های عرب، عربی، اسلامی اینها آماده کند که حالا 2 سال دیگه، 5 سال دیگر، 1 سال دیگر انقلاب‌هایی در منطقه رخ بدهد و از این طریق عرض کنم که بیشتر هم این دولت‌های وابسته عربی را مورد تغییر قرار میدهند. این خیلی من فکر میکنم که مهم هست. من البته یک نکته ای هم اگر اجازه بدهید که حضرت عالی از آقای عزیزی پرسیدید و ایشون توضیح دادن در مورد اینکه چرا امریکا همچنان از اسرائیل حمایت میکنند، یک توضیح کوچیکی بدهم اگر اجازه میفرمایید. با اجازه آقای عزیزی اگر اجازه میفرمایید. بفهمید. ببینید مسئله از اینجا باید نگاه کنیم که در طول تاریخ سابقه نداشته یک سری دولت‌های جمع بشن، یا حالا مشخصاً بگوییم یک دولت استعمار انگلیس با بیانیه استعماری بالفور یک عده‌ای را ایدئولوژی سازی هم بکنن، از این ور اون ور دنیا جمع کنن، بیاورن یک جای دیگر، کشور دیگری، بعد با تیر و تفنگ هم ساکنین اون کشور را بیرون کنن، بخوان که کشور درست کنن، اونم با به قول معروف آرمان نیل تا فرات تا همدان، یعنی اینا همه این قسمت‌ها رو تا همدان تا شوش که قبور انبیای بنی اسرائیل هست اسرائیل بزرگ می‌دانند. چنین چیزی سابقه نداشتی. خب بیشک این هست که این رژیم قرار بوده که اینجا سگ پاچه‌گیر استعمار باشد در منطقه خاورمیانه. خب بعد از ضعیف شدن استعمار انگلیس مشخصا کار افتاد به دست آمریکایی‌ها. اگر می‌بینید که امروز آمریکایی‌ها به سراپرده افتادند، حالا ناو جنگی می‌آورند، کمک‌های می‌کنند یا انبار تسلیحاتی دارند که به خود اسرائیلی‌ها از قدیم هم گفتند شما هر وقت خواستید از اینجا بردارید، صورت حسابشو پر کنید، بعدا پولش را می‌دهید، حالا می‌دهن یا نمی‌دهن بماند. خب این نشان می‌دهد که اینها این سگ پاچه‌گیر را در منطقه می‌خواهند. اگر دارد حمایت میکند منافعشون تا فعلا در اینجاست. اگر یک لحظه منافعشون در این نباشد از اسرائیل حمایت نمیکنند. و اتفاقا نصرالله در سخنرانی جمعه قبل به بیانیه بالفور مختصرا یک اشاره کرد، اما در اون سخنرانی و امروز به مسئله امریکا اشاره کرد که آقا همه کار امریکا است، اینا هیچ کارن. این حرف به گوش مردم اسرائیل میرسد، سخنرانی های نصرالله میرسد، یعنی نصرالله علنا داره به اینها میگوید که شما حتی به تنهایی عرضه اشغالگری هم ندارید. شما که اینقدر ادعا میکنید ما ارتش قوی هستیم، میزنیم میگیریم، مردم شما که مردمش هستید، از این سر اون سر دنیا چند ملیتی هستید آمدید اینجا، ببینید این دولت شما، ارتش شما، این شاباک شما، این آمان شما، این موساد شما
ارده ندارن هنوز با یه گروهک مسلح در غزه بجنگن. دارد اینها رو تغییر میکنند و این تبعات روانی روی مردم اسرائیل هم داره. ممنونم. یک مسئله هم که هست جمعای عزیزی، حالا شما میدونم درباره سوریه هم میخواین صحبت کنیم، ولی خب این در پرسش من هم میتونه باشه و شما پاسخ بدین، این که آیا محور مقاومت برنامه داره یا در بی برنامگیه؟ چون یک سری صحبت هایی میشه که از یک استراتژی محور مقاومت داره استفاده میکنه به نام استراتژی قورباغه آبپز در رابطه با اسرائیل و غرب، و اینکه برنامهش اینه که وارد بکنه جنگ و به یک جنگ فرسایشی تا بتونه اونجا برنامه های خودش رو پیش ببره. آیا سوریه، عراق، کشورهایی که به هر حال محور مقاومت در اینها هستن مثل یمن یا خود حتی ایران، هشت شعبی یا خود حزب الله لبنان، اینها با برنامه دارن پیش میرن؟ یعنی میدونن دارن چی کار میکنن یا خیر؟ ببینید از چند جهت میشه به این مسئله پاسخ داد. اولین مسئله به نظر من اینه که هر کدوم از این گروه ها وظیفه اصلیشون، وظیفه اولیه‌شون حفظ موقعیتی که هست در اون کشور رو دارن، یعنی بازدارندگی رو بتونن در اون کشور ایجاد بکنن، دست حالا امپریالیسم آمریکا یا دخالت‌های آمریکا در اون منطقه رو کم بکنن. خب این هدف اول هست. بله، هدف بحث فلسطین، حالا آزادی سرزمین‌های اشغالی و اینها، خب اون هدف بزرگتر از هدفی که اینها رو کنار هم آورده، ولی خب طرف مقابل هم دست و دست نذاشته دیگه. طرف مقابل هم در واقع از تمام ابزارهای خودش استفاده کرده. شما وقتی نگاه میکنید به نقشه غرب آسیا، شمال خاورمیانه، حالا شمال آفریقا، حالا به عنوان خاورمیانه میگن، گفتن نگیم خاورمیانه بگیم غرب آسیا، شما وقتی نگاه میکنید آمریکا در طی یک دهه اخیر، حالا به کمک بعضی از کشورهای عربی، به کمک بعضی از گروه ها، به کمک ترکیه، در واقع تمام این کشورهایی که قابلیت تبدیل شدن به یک نیروی جمعی برای در واقع بحث اشغالگری و ضد اشغالگری داشتن، همه رو به بحران کشیده. شما از شمال آفریقا شروع بکنید، اردن، در واقع سودان رو نگاه کنید، لیبی رو نگاه کنید، بالاخره اینها کشورهایی بودن که در واقع در، حالا نه اینکه بگیم محور مقاومت، ولی حداقل ضدیتشون با اسرائیل مشخص بود. اون طرف سوریه، وضع عراق، اینها رو نگاه کنید، لبنان رو نگاه کنید. خب در واقع اونها هم بیکار ننشستن و به کمک در واقع رژیم‌های مرتجع عربی خلیج فارس، شما می‌بینید که این رژیم‌های عربی خودشون حزب الله رو جزو گروه‌های تروریستی قرار دادن، تحریم کردن، لبنان رو به این وضعیت کشوندن شرایطشو. از اون طرف هم برخی از این کشورها که البته ارزشی هم حالا از نظر چیزی ندارن، بیشتر تبلیغاتی هست، حالا مثلا مثل بحرین و اینها رو وادار به امر عادی سازی روابط کردن. خب یه نکته اینه که این کشورهایی، یعنی فرض کنید گروه‌های مقاومت در عراق، مسئولیت بسیار سنگینی دارن. چرا؟ چون دولت عراق رفته یک قراردادی بسته که حداقل 2500 نیروی رزمی آمریکایی باشند، با این عنوان که اینها فقط در آموزش نیروهای امنیتی عراق دارن کار میکنن بر ضد مثلا داعش و بر ضد حالا یک همچین تهدیدهایی. خب نیروهای مقاومت عراق مسئولیتشون، میبینید چه مسئولیت سنگینی، هم باید با نیروهای آمریکایی که مسلما هر پایگاهی دارن، یک پایگاه اطلاعاتی جاسوسی و یک پایگاه بر ضد نیروهای مقاومت و محور مقاومت هست، عمل بکنن، هوشیارانه عمل بکنن، نه اینکه حالا مستقیما وارد جنگ بشن، ولی هوشیارانه عمل بکنن، هم با نیروهای امنیتی عراقی که در واقع تجهیز میشن یا تحت مشاوره و آموزش این نیروهای آمریکایی هستن، با اونها باید مقابله کنن. یعنی یک درگیری و نزاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه عراق دارن و هم یک دونه در مقابل آمریکا دارن، همون کاری که حزب الله داره. حالا در لبنان حداقل میدونیم که نیروهای آمریکایی به صورت مستقیم، حداقل نیروهای نظامی وجود ندارن. در سوریه دوباره آمریکا نیروهای خودش رو نگه داشته، نیروهای کرد سوری رو تجهیز میکنه، برخی از نیروهای عربی رو تجهیز میکنه، اونهای معارضین رو تجهیز میکنه. خب پس شما میبینید درگیری ها بسیار زیاده و خیلی از این نیروهای مقاومت اگر بخوان صرفا به بحث فلسطین بپردازن در بزنگاهای مثل این، از پشت به احتمال زیاد خنجر خواهند خورد و باید مراقبه در واقع پشت سرش نباشه. خب اینها شطرنج بازیه، شطرنج پیچیده، گفتم. لذا این که بگیم نمیدونن میخوان چی کار کنن،
نمیخوام با این عنوان بگم، ولی میخوام بگم که هزینه های بسیار زیادی رو آمریکا و کشورهای منطقه که دوست ندارن اندیشه مقاومت به برتری برسه و پیروز باشه، خب اینها برای اینها هزینه تراشی بسیار زیادی کردم. اینجا لازمه من این مثال رو بزنم و این رو تموم کنم. ببینید، از وقتی که مرحوم حافظ اسد به رحمت خدا رفت و پسرش در انتخابات پیروز شد و جایگزین شد، چون جوان هم بود و میخواست یه سری اصلاحات هم انجام بده، این پیشنهاد و امروز هم اومده مدارکش بیرون، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها مذاکرات فشرده پشت پرده با بشار اسد داشتن در اوایل قرن 21، دولت بوش و بعد دولت اوباما، که اگر عادی سازی کنی روابط با اسرائیل و اسرائیل رو به رسمیت بشناسی، ما جولان اشغالی رو به تو برمیگردونیم، تو میتونی به عنوان یک فردی که من رئیس جمهور سوریه که تونستم جولان رو برگردونم، پدرم هم نتونست. این کاری بود که انور سادات کرد. این انور سادات وقتی که از شوروی برید، کاملا با آمریکا چسبید و از آمریکا قرار شد امتیازات زیادی بگیره، صحرای سینایی که اشغال شده بود توسط اسرائیل رو پس گرفت و خودش رو به عنوان یک، البته خب خیلی‌ها در مصر و جهان اسلام رو به عنوان یک انسان خائن میشناسن که اولین کشور عربی، اولین کشور مسلمانی بود که با اسرائیل رابطه برقرار کرد، اما حداقل میتونست این پوز رو بده و این در واقع بحث پروپاگاندا رو در داخل کشور خودش داشته باشه که من تونستم صحرای سینا رو برگردم و اسرائیل نسبت به صحرای سینا و اینکه جزئی از خاک مصر هست در واقع تسلیم شده و مثلا امضا کرده قرارداد، چون اسرائیلی حداقل میگفتم یک سوم صحرای سینا باید بخشی از اسرائیل بزرگ بشه حداقل. خب پس میبینید یک همچین در واقع تطمیعی رو میخواستن در مورد بشار اسد بکنن و بشار اسد این کار نکرد و هزینه های بسیار زیادی برای همین موضوع داد که عادی سازی روابط با اسرائیل نکنه، ولی همه این مشکلات 10 سال 12 سال پیش براش پیش نمیومد، کشورش رو درت پا نمیکنن، ملتش رو به این روز نمینداختن. اما نکته ای که وجود داره و صحبت های بشار اسد در اجلاس امروز یا دیروز اتحادیه عرب یا همین اجلاس کشور اسلامی، این نکته هست که وقتی رئیس جمهور مصر و این رهبران کشور اسلامی هنوز بر اندیشه دو دولتی دو ملتی هستن، این نشون میده که اصلا اینها چقدر واقعا، من نمیدونم، آدم بگه احمق هستن یا از دنیا از جریان ها عقبن، نمیفهمن که اندیشه و اصلا سیاست دو دولتی دو ملتی برای کلاه گذاشتن سر اعراب فلسطینی ها بود، برای همین بود که اونها دیگه همون حقوق اندکی که در 1990 هم داشتن اون حقوق رو همین الان هم ندارن. یه زمانی مرحوم یاسر عرفات فهمید چه حماقتی کرده. من چند روز پیش سخنان یکی از مشاورین یاسر عرفات در اون جلسات مذاکرات دهه 1990 رو میدیدم که اعتراف کرد که سر ما رو شیره مالیدن با مذاکرات اسلو و مادرید و کمپ دیوید و اینها، و اینکه هنوز این سران عرب دارن این حرفو میزنن جز حالا حماقت، خیانت یا هر چیز دیگه نیست. و مسئله که در واقع بشار اسد بهش تاکید کرده که اصلا باید فکر بحث دو دولتی رو بذارید کنار، الان بحث اشغالگری هست، بحث این هست که باید حقوق فلسطینی ها رعایت بشه، این نشون میده که نکته رو تموم کنم، این نشون میده با همه ناراحتی که داره تبلیغ هم میشه در رسانه‌های جریان اصلی که خب سر بحث بحران داخلی اسرائیل بخشی از گروه های حماس، بخشی از گروه حماس، نه همه حماس، تو حماس جریان های مختلفی هست، مخصوصا دفتر سیاسی خارج از فلسطینشون، خب متاسفانه در بحث گول خوردن از اردوغان و دولت اخوانی مصر و دولت قطر گول خوردن و ضد بشار اسد با اون همه مهمان نوازی که این از گروه های فلسطینی از حماس و گروه های محور مقاومت فلسطین داشت، بر ضد او حالا چه سیاسی چه بعضیاشون عملی انجام دادن. خب این شکراب شدن رابطه با برخی از اینها نشون میده که هم ما همچنان بشار اسد در مواضع اصولی خودش پابرجا هست، محکم هست و در واقع کشورهای عربی هستن که به نوعی میشه گفت که این بازی کثیفی که نسبت به آرمان های فلسطین دارن و از اون ور میخوان امتیاز از دنیای غرب بگیرن، دارن این بازی رو ادامه میدن، در حالی که سوریه‌ای که این همه هزینه داده باز هم حاضر هست که در این زمینه همچنان جانفشانی بکنه. ممنونم، نکته خوبی اشاره کردید. حتی تو خود کتاب خاطرات بنیامین نتانیاهو به عنوان بی بی داستان من هم اومده این مسئله که نتانیاهو خیلی تلاش میکرد که یک توافق صلحی با بشار اسد داشته باشه که از این طریق بتونه برنامه‌های خودش رو طبق همون دکترین بنگوریان پیش ببره. اما جواب شکری، نظر شما در این رابطه میخوام بپرسم، آیا امروز توی صحبت های سید حسن نصرالله این بود که ما این جنگ متفاوته نسبت به جنگ های دیگه، یعنی توقع نداشته باشید که ما مثل جنگ 33 روزه یا جنگ های
قبل‌تر بخوایم عمل کنیم و اینکه ما گام به گام در میدان حضور پیدا میکنیم. این گام به گام رو شما برای ما تحلیل میکنید؟ یعنی چه؟ آیا برنامه‌ای دارن محور مقاومت برای آینده؟ ببینید تا کنون که کاملا برنامه داشتن بر خلاف طرف اسرائیلی امریکایی. یعنی شما دقیقا میبینید مثلا شما نمیدیدید که زمانی که مثلا میخواد حماس بجنگد یا جهاد اسلامی میخواد بجنگد حزب الله مثلا وارد بشود، ولی این دفعه از 8 اکتبر وارد شد. یا شما نمیدیدید که یمنی ها وارد بشوند یا امریکایی ها وارد بشوند. اینا یک اتاق مشترک جنگ دارن تمام محور ایران و متحدینش همه با هم که در چند تا کشور این اتاق جنگ مستقر است. اینها همه با هماهنگی بوده. شما اگر نگاه کنید هم در سخنرانی قبلی هم در این سخنرانی نصرالله دقیقا آمد و این محورها رو یکی یکی برشمرد. مثلا گفت یمنی ها، عراقی ها، سوریه، ایران، خود حزب الله، کرانه باختری، اینها رو همه رو یکی یکی نام برد. این نشان میده که از روز اول کاملا هماهنگی بوده. حتی ببینید این حمله‌ای که حماس کرد در 7 اکتبر که این فیلم‌هاش بیرون آمد و ما هم همه یک طورهایی متعجب شدیم، همه دنیا متعجب شدند. ببینید این کار فقط حماس نبود، گروه‌های مختلف فلسطینی به هر کدام یک سری از نیروهای خبرهشون رو داده بودن به حماس که شده بودن همه با هم 3000 نفر و اینها رفتن و عملیات را انجام دادن که مثل جبهه دموکراتیک تحریر ولایت فلسطین یا جریان‌های دیگر فلسطینی، مون تا به نام حماس تمام شد که ضربگیر حماس باشد اون بقیه در امنیت بمانن. شما می‌بینید مثلا موسی ابو مرزوق چند روز قبل برگشته است گفته است که آقا ما از تعداد اسرایی که از اسرائیلیا گرفتیم مطلع نیستیم، چون همه اینا رو ما نگرفتیم، گروه‌های دیگر فلسطینی هم گرفتن، اونا جای دیگر هستن. این نشان دهنده این قضیه است، یعنی از ابتدا برنامه‌ریزی شده بود. یا این حملاتی که دارد به امریکایی ها می شود در عراق و سوریه به صورت روزمره و شدتش هم بیشتر می شود، این همینطور الکی نیست که مثلا هر روز گروه های مختلف عراقی بیاین با پهپاد، با راکت، با موشک پایگاه های امریکایی را بزنند. و اتفاقا به خاطر همین هم هست که بلینکن افتاده این ور اون ور، به هر حال با گریه و زاری میاد در منطقه، این را می بیند اون را می بیند، می گوید به ایران بگوید که بگوید اینا این کارها را نکنند. یعنی اونها خودشون دقیقاً میدونن که ایران پشت قضیه است و همه اینها متحد دارن، میبخشید، متحد دارن عمل میکنن و برای بعد از اینم برنامه دارن. همین صحبتی که امروز نصرالله داشت و مسئله زمان را به طور معروف به طور بیان کرد، این نشان میده که کاملاً اینها برنامه دارن به صورت فرسایشی. بحث مسئله ورشکستگی اقتصادی اسرائیل را مطرح کرد. شما ببینید مثلا خود اون میدان گازی تامار هست در اسرائیل، اون الان تعطیل شده. یعنی اون میدان گازی که بخش اعظمی از گازش را میداد به مصر و بخش 30% را میداد به اردن، بعد خود مصر اون گاز رو میگرفت بخشش رو میفروخت به اروپایی ها، اون الان تعطیل شده. شما فکر کنید اگر 2 هفته دیگر، 3 هفته دیگر، 1 ماه دیگر، 2 ماه دیگر این جنگ ادامه پیدا کنه تکلیف چی می شود؟ شما الان میبینید مثلا اومدن بندر ایلات رو دارن میزنن یک سره، هم حزب الله دارن میزنن، هم یمنی ها دارن میزنن، عراقی ها هم زدن. خب ایلات خودش یک جایی هست که بیش از 60,000 نفر اسرائیلی را که تا فعلا بی خانمان شدن بردن اونجا اسکان بدهن. حالا خود ایلات رو هم بزنن که خود ایلات یکی از بندرهای مهم اسرائیل هست که ارزاق در خود بندر ایلات بارگیری میشون، پهلوگیری میشون، یعنی کمک های به عبارتی معیشتی که میآید این روسا برای اینا میاد اونجا. حالا شما فکر کنید اونجا رو هم بزنن ناام کنن، خود اونها بدن کجا باید برون و سرگردان بشون. خب اینها روی اسرائیل فشار وارد میکنن. فردا پس فردا کسی دیگه نمیرود داخل اسرائیل بخواد سرمایه گذاری کنند. مضافه بر این ببینید این شکستی که اینها الان خوردند، اون به قول معروف گفتنی دکترین بنگوریان که میگفت اسرائیل همیشه باید خارج از قلمرو به خودش بجنگد، این شکست خورده.
خود نتانیاهو هفته قبل آمده بوده گفته بوده که من باید مسئولیت به عهده بگیرم، دیگرانم به همچنین، که اما پس از جنگ. این پس از جنگ یعنی چی؟ باید دیگرانم باید مسئولیت به عهده بگیرن، یعنی از موساد، شابات، آمان، ارتش، شیمبت، این اون اون، این آقا باید اونجا شریک جرم پیدا کند در این مدت، چون خودش داره غرق میشود. آخه این میشود یک بحران برای اسرائیل. یا همین خانواده های اسرا، الان شما هر روز میبینید آقا هر روز اینا افتادن اونجا در اون کوچه و خیابان جلوی اون خانه نتانیاهو، پشتوان میدن که این نتانیاهو رو ما میدهیم به شما، این اسرای ما رو پس بدهید، این خانواده هاشون. این یک چیز عجیب غریب است. اصلا یکی نیست به پدر سوخته ها بگوید آخه شما که لیاقتش ندارید دو تا اسیر بدهید، آخه شما در مرض دارید، از این ور اون ور دنیا پا شده اید اومدید اینجا و تعطیل کنید بروید دیگه. حالا اینم یک داستانی است والله به خدا. ممنونم آخرین خبری که ممنونم تا به این لحظه حالا در رابطه با این اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی هیچ خبر یا بیانیه بیرون نیومده تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم. تنها خبری که اومده این که وزیر جنگ اسرائیل گفته نصرالله لبنان رو به جنگی میکشاند که اشتباه است و کسانی که بهای آن را خواهند پرداخت کرد شهروندان خود لبنان هستند. اما آقای عزیزی، ما توی خبرها داشتیم خب نیروهای زمینی ارتش اسرائیل تو در نزدیکی، یعنی در قلب غزه هستن و نزدیکی دروازه های شهر غزه هستن. آینده این جنگ رو شما چطور پیش بینی میکنید؟ ببینید خب حالا سخته در مورد آینده جنگ بخوایم صحبت بکنیم. یه بحث اینه که واقعا اسرائیل بتونه کل غزه رو اشغال بکنه، خیالش از حماس حداقل به صورت موقت از نظر مقاومت اسلامی که مجهز باشه و حداقل بتونه تهدیدی باشه خیالش راحت کنه. من دوباره یک خبری دیدم که محمود عباس چراغ سبز داده به آمریکا که ما میتونیم بریم اونجا مثلا مدیریت غزه رو هم به عهده بگیریم، اگر اونم دنبال چانه زنی و دنبال امتیازات خودش و سوء استفاده خودش، اگر آمریکا بیانیه‌ای بده و اسرائیل رو مجاب کنه که به این سیستم دو دولتی پایبند باشه. البته خنده داره واقعا دیگه، یعنی مثلا روی کشته های مثلا 20,000 کشته زن و کودک و پیر و جوان فلسطینی در غزه، ایشون روی تانک های اسرائیلی مثلا پاشه بیاد اونجا و بگه من میخوام حکومت غزه رو هم دست بگیرم، همون گندی که در کرانه باختری زدم حالا میخوام در غزه هم بزنم، همون میزان آزادی عمل یا همون میزان خودمختاری که از اون رو هم از دست بدن. نیروهای امنیتی دولت صاف و دولت آقای عباس هم که میدونی کاملا با اسرائیلیا هماهنگ هستن و حتی مقاومین کرانه باختری هم دو دستی میرن خودشون تحویل میدن، خودشون میگیرن و اونجا چیز میکنن. یه بحث این گونه سیاستمدارا در داخل ایران هم برای خود ما حداقل آشنا. اتفاقا من خواستم حالا یه نکته در مورد این بحث‌های اخیرم بگم اگر فرصت بشه. اگه این آخرین دور من هست من در موردم حالا یک نکته‌ای بگم، اگر دور دیگه ای نداریم که حالا برنامه داره تموم میشه. یک بحث اینه که البته خب تا حدی خط قرمز شاید نیروهای مقاومت به صورت اعلام شده یا نشده این بود که واقعا اگه بخواد جنایت‌ها خیلی ادامه پیدا کنه و اگر اشغالگری و در واقع این مسئله ای که بخوان اونجا رو کاملا اشغال بکنن و کاملا از بین ببرن بخواد ادامه پیدا کنه، خب نیروهای مقاومت ممکنه جنگ رو گسترش بدن. یک گزینه احتمال سناریو این هستش که حالا چون فعلا تمرکز نیروهای اسرائیل رو بخش شمالی هستش و تقریبا بخش شمالی رو محاصره کردن و بخش شهر خود غزه رو میخوان حداقل فعلا تا جایی که میتونن تونل های زمینیش و بیمارستان ها و حالا به قول خودشون گروگان ها و اینها رو اسراشونه که اونجا هستن آزاد کنن، ممکنه که بحث در همین حد تموم شه. ممکنه، چون اگر بدون اشغال کامل غزه و بدون از بین بردن توان رزمی حماس و نیروهای مقاومت اسلامی در اونجا جنگ تموم بشه، خب یه شکست تمام‌عیار برای اسرائیل. اسرائیل هدفش از اول مشخص بود چیه؟ هدفش این بود اگر به هر دلیلی حالا فشار افکار عمومی مردم غرب روی سیاستمداران غربی باشه، دیپلماسی پشت پرده باشه، من نمیدونم فشار کشورهای عربی باشه، کشور اسلامی بعید میدونم هیچ عملیاتی در زمینه تحریم یا در زمینه نکاتی که مثلا گفته شده بود در این اجلاس کشورهای عربی
با این مسئله که حتی از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در کشور عربی سلاح فرستاده نشه به اسرائیل، یعنی آمریکایی‌ها از پایگاه خودشون استفاده نکنن سلاح و مهمات برای اسرائیل بفرستن، حتی با این هم مخالفت کردن برخی از کشور عربی. حالا اگه از خود آمریکا بیادش سلاح و نیرو و اینا یه بحث دیگه است به اسرائیل، اینکه از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه تو جلوی اینم نتونن بگیرن، یعنی این میزان از حالا چی بگیم اصلا حمیت و اینا نمیخوایم بگیم، این میزان از این که بیاد بگه آقای آمریکا شما توی این جنگ حق نداری از پایگاه قطرت، از پایگاه کویتت، از پایگاه بحرینت، از پایگاه حالا جاهای مختلفی که داری عراق و اینها، اردن و مصر و اینها مثلا ورداری نیرو بفرستی یا مهمات بفرستی به چیز. با اینا مخالفت کردم. من بعید میدونم از کشورهای اسلامی و عربی چیزی بلند بشه، خیلی بعید میدونم. یک زد و بندهای پشت پرده است. خب یه نکته هم ممکنه این باشه، اما من این رو به شما بگم، ببینید کسانی در داخل شروع کردن و دارن از حالا چیزی مثلا جنگ میترسونن مردم رو. ما یه چیزی خودمونم از بچگیمون داشتیم و خیلی فکر میکردیم افتخارآمیز بود، من خودم هم میگفتم آقا ایران در 200-300 سال اخیر جنگ نکرده، تجاوز نکرده، به جای حمله نکرده، خیلی فکر میکنیم مثلا ما نایس و گوگلی هستیم. جالبه بدونید که اصلا یک همچی چیزی در کشورهای غربی، در سیاست جهانی، در درسهایی که ما میخونیم اصلا به عنوان یک افتخار نیست. ممکنه شما توی بحث رسانه‌ای و بازی اینجوری تو خودتون بگید این افتخار کنین، شما وقتی نمی جنگید دیگران که نمیشنن تو خونشون، دیگران میجنگن، دیگران برنامه ریزی میکنن، دیگران مرزها رو تغییر میگن، دیگران تجاوز میکنن. این که ما چسبیدیم توی مرز خودمون جایی نمیدیم هیچ افتخاری نداره. کشور ما در همین یک قرن پیش 120 سال پیش دوبار اشغال نظامی شده، چندین بار جنگ شده، در دو سه قرن گذشته چندین قسمت حیاتی و مهم کشور ما ازش جدا شده. بذار من فکر میکنم کسانی که در داخل هم میخوان بگن هزینه‌ساز باید بگن هزینه‌ساز چقدر هست، برای چه زمانی هست. شما وقتی بلند بالا نگاه میکنید، بلند مدت نگاه میکنید، مثلا توی چند نسل نگاه میکنید، میبینید بله اون هزینه‌ای که تو افغانستان و هرات از بین رفته و توی بحث گلستان و ترکمنچای و اینور اونور رفته، همه اینها هزینه‌های اضافی است که برای نسل‌های آینده داریم میذاریم. لذا من نمیگم وارد جنگ بشیم، مثلا من خودم مخالف جنگ هستم، خیلی از کارهای اقدامات دیگه باید انجام بشه که اصلا وارد یک جنگ نشیم، یک کشور باید قدرتمند باشه تا دیگران اصلا بترسن وارد جنگ بشن. اما نوع نگاهی که بعضی از افراد دارن در جامعه تزریق میکنن همین بلایی است که سر فلسطین اومده. یعنی فلسطینی که در یک قرن اخیر و مخصوصا پایان جنگ جهانی دوم نتونست تبدیل به یک کشور مستقل بشه و استقلال خودش به دست بیاره، به خاطر ضعف قوای نظامی و قدرتش بوده. اینکه ما مدام فکر کنیم اگر ما نجنگیم، ما فقط نمیدونم بمونیم تو خونه، ما نیروهای نظامی اون رو تقویت نکنیم، کسی به ما تجاوز نمیکنه، این یک خطای راهبردی و یک خطای اشتباه است. باید مرز اینا رو بدونیم. نه جنگ طلبیم، نه میخوایم یه دفعه آمریکا رو وارد جنگ کنیم، نه میخوایم توجیه کنیم افکار عمومی آمریکا، یعنی سیاستمداران آمریکایی، رسانه آمریکا میتونن توجیه کنن افکار عمومی که بریم بجنگیم. نه، ما باید یک بازی ظریفی داشته باشیم در منطقه از نظر دیپلماسی، از نظر محور مقاومت که آروم آروم داره در واقع حمله میکنه به پایگاه‌های آمریکایی، از نظر کاری که یمنی‌ها دارن میکنن و خیلی از نظر دیپلماسی، اقتصادی، مراودات منطقه‌ای و مسائل مثل این میتونیم کاری کنیم که با کمترین هزینه به اهداف خودمون برسیم. اما اینکه مدام در جامعه ایجاد ترس و رعب بکنیم، این مسلماً به ضرر تمام این اهدافی است که است. من نکته نهایی بگم، خیلی جالبه، این آقایون میترسوندن که اگه شما یه کاری بکنید تحریمتون میکنن. همین الان خبری که من دیدم در دستور کار اتحادیه اروپا هست که به خاطر حمایت ایران از حماس ایران رو بریم دوباره تحریم کنه. البته حالا تحریم ها که اصلا گذشته، یعنی شما بیشتر از این چیکار میخواید تحریم کنید؟ همه چیز ملت ما تحریمه دیگه، بانک تحریمه، نفت تحریمه، بیمه تحریمه، همه چیز تحریمه، هیچ مراوده ای نیست. ولی از نظر سیاسی هم اون کسانی که این چند روز سخنرانی کردن گفتن آقا شما اگه چیزی بگید تحریم میشید، خب بیایید ما چیزی هم نگفتیم دوباره داریم به تحریم میکنه. یعنی طرف غربی مشکلش با این نیست که شما بگید من از حماس حمایت میکنم، از محور مقاومت حمایت میکنم یا نمیکنم. او به دنبال این هست که شما رو، عزتتون و آبروتون و اقتدارتون و هویتتون رو مثل این کشورهای عربی بدبخت بیچاره‌ای که دیدیم مثل اونا بگیره، و تا اونو نگیره رفتارش همین رفتاری هست که با ملت ایران داره. بسیار سپاسگزارم. متوجه که وقت برنامه‌ام رو به اتمام. آقای شکوری شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، کوتاه ممنونتون میشم. ببینید من
پیرو به فرمایشات آقای عزیزی عارض می‌شوم. ببینید همین بحث دو کشوری و عرفات و این مسائل و اینها، ببینید یک عده‌ای هستن از این روشنفکرا، خب این روشنفکرا که عقل سالمی که ندارن، که این ذهنشون با جهان واقعی که نمیتواند رابطه برقرار کند، و یک عده اینها میآیند مثلا در این کلاب هاوس اینا مینشینند صبح تا شب، هم که با اون سن و سالشون اونجا پلاسن، مثلا سن خر حضرت موسی است، به هر حال معلوم نیست اینا که کار دارن ندارن. مثلا طرف میاد اونجا مینشیند به عنوان داماد فلانی، من نمیدونم داماد فلانی هم شو شغل واقعا، مثلا استاد دانشگاه است در فلان دانشگاه امریکا، بعد حرفشون چی است؟ آقا این شما سر به سر اسرائیل نباید بگذارید. خب حالا اون رژیم را اونجا استعمار آورده و اونجا در منطقه کاشته، ولی ما نباید سر به سر اون بگذاریم. نمیگه که، بعد میگه که اون صورت حساب را ارسال میکند، نمیگوید که اون را استعمار آورده اون با صورت حساب پرداخت کند. حالا اون بمانه، بعد بحث دو کشوری را صحبت میکنن. آقا ما با به رسمیت بشناسیم. آقا چرا به رسمیت بشناسیم؟ سازمان ملل این را به رسمیت شناخته. عجب. مثل این است مثلا فردا در سازمان ملل جمع بشوند، بعد اونجا بگویند خب حالا یه عده‌ای را مثلا از بورکینافاسو جایی باید جمع کنیم، بیاوریم ایران، چند تا استان را جدا کنیم یا نصف ایران را جدا کنیم، بدهیم اونا بشوند یک کشور. خب بعد تکلیف چیست؟ ببینید عقل اینها در این حد است، یعنی فراتر از این نمی رود، و این تفکرات اینها واقعا خطرناک است. یعنی طرف حتی یک کم فکر نمید، طرف داماد دکتر یزدی هست که روز قدس را اون آقا پیشنهاد داده گذاشتن، پای ایرانی ها را برای مبارزه به فلسطین اون آقا باز کرده، عرفات را اون آقا آورده بوده ایران، پدر خانم همین طرف، و اونجا دست عرفات و اینا را گرفته بودن با سید احمد خمینی شعار میدادن ثوره ثوره حتی نصر. بیانیه های نهضت آزادی هست، صحبت های مرحوم شریعتی هست در مورد فلسطین، صحبت های مرحوم بازرگان در نماز جمعه تهران هست، صحبت های مرحوم طالقانی هست، خود مرحوم کمران عضو نهضت آزادی بود، رفته بود لبنان داشت علیه اسرائیل می جنگید، بعد این آقا دارد میاد اینجا به خاطر اسرائیل خودش را دارد مثلا جرواجر میکند. خب حداقل برو اون صحبت های پدر خانومت را نگاه کن در این چند دهه قبل تا موقع اینکه به رحمت الله رفت. یه نفرم پیدا نمیشود اونجا بزند محکم تو دهان این طرف بگه آقا دو دقیقه خفه بمیر دیگر، آبروی خدا بیامرز هم داری میبری. این آقای بخواه بحث دور نشیم، آینده پیشبینی شما چیه؟ این قسمت آخر رو اجازه بدهید بگویم دیگه. اینها با این وضعیت و این کرندیاتشان اون طالقانی و شریعتی و صحابی رو اینا رو همه را تو قبل لرزوندن والله به خدا. من یه نکته نهایی اینجا فقط بگم و تموم میکنم. ببینید خیلی جالب بود، ما سر برجام و احیای برجام همین فردی که ایشون اشاره میکنن اسم نبودم منم نمیارم، ایشون گفتن که برای مقابله با اسرائیل ما باید با عربستان خوب باشیم و اگر در دوران برجام اصلی 1394-2015 ما دم عربستان اومده بودیم باعث میشد که لابی اسرائیل نتونه این کار کنه، چون دشمن اصلی اسرائیل، چون اسرائیل فلانه، اسرائیل بهمانه. جالبه ببینید که چقدر این کسانی که اسم خودشون رو روشنفکر دینی میذارن یا روشنفکر میذارن یا هر چیزی میذارن به سرعت تغییر میکنن، یعنی مدام، چون هدف اینها مخالفت با جمهوری اسلامیه، اصلا برای اینها هیچ اصولی هیچ مبنایی نیست، هر کاری که جمهوری اسلامی میکنه و هر کاری که جمهوری اسلامی میکنه خلاف اون میگن، و هر کاری که رسانه های غربی و رسانه جریان اصلی میگن بر مبنای اون عمل میکنن. باعث تاسف است، امیدوارم که در واقع یک ذهن مستقل و یک چارچوب مستقلی مردم از ایران داشته باشن برای تحلیل امور. سپاسگزارم از شما جناب یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه ویرجینیا تک، و همچنین آقای مازیار شکوری نویسنده و تحلیلگر سیاسی. از هر دوی شما سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید، و از بینندگان عزیز از شما ممنونم تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.